بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که جان را فکرت آمود چراغ دل به نور جان برافروخت. در این صحبت کوتاه و مختصر و مجمل قصد داریم و برانیم که گر همت یار و رفیق شود تأمل و مروری و تاریخچه خط و کتابت زبان فارسی رو در طول تاریخ انجام بدهیم. سخن از تاریخچه خط شیرین، دلپریب، زیبا و شنیدنی است. در واقع آغاز زندگی متمدانه بشر با خط شروع می شود، بی‌شک و مسلم. هر منطقه خاص جغرافیایی در ملل مختلف خط خاص خودشون رو داشتن. چینیان باستان خط هان رو استفاده میکردن و جالب این است که از خط هان در ژاپن خط مورایی و خط کانا مشتق میشه و در کره در واقع خط با هماهنگی واکایی خط هانگول و در قدیم خط هانجا مستعمل بوده و در هند طبیعی است که خط سانسکریت و در مصر باستان پر واضح و همه میدانیم که خط هیروگلیف شایع و قابل استفاده بوده. لذا خط سانسکریت در هند باستان استفاده می شده و متن‌های دعایی آیین هندوان در آن گنجانده شده می شود و با این خط نوشته می شده. به طبع در ایران باستان ما هم خط میخی قابل استفاده بوده و همچنین خط عبری که در سنگ نوشته های ما آن موجود است. من جمله در داستان‌های قدیم ما آمده است که تحمورس پیشدادی هفت گونه خط را اولا فرا گرفت، ثانیا رواج داد و همچنین در اسناد سوریانی آمده است که زرتشت کتاب اوستا را به هفت خط دستور داد بنویسند و آن خط یکی سوریانی بود، فارسی میانه بود، آرامی بود، سگستانی بود و مروزی، یونانی و عبری. اما مسلم است که ایران قبل از اسلام دو خط سوریانی و خط میخی استفاده می شده و بین یهودیان هم خط آرامی و خط یونانی پر واضح است که استفاده می شده است. اما ایرانی ها تعصب خاصی برای خط نداشتن. هر خطی که آسان‌تر برای نوشتن و کتابت لازم بوده از یاد می‌گرفتن و اون را عموماً با هدف ساده سازی این کار را انجام می‌دادن. پس بنابراین با یک مرور تأمل تاریخی ما می‌توانیم خطوط قبل از اسلام را فهرست‌وار خدمت عزیزان عرض کنیم. یک خطی می‌خیست که از چپ به راست نوشته می شده و از خط میخی اکدی استخراج شده و اسناد و مکتوبات عصر هخامنشی به این خط بوده است و حالت افقی و عمودی داشته، یعنی در صدر حروف عرضم وجودتون یه مقدار ضخیم تره و پایین آن مقداری باریکتر و نازکتر هست که در تصویر ملاحظه می فرمایید. بعد از اون خط پهلوی در ایران شایع می شود و این خط پهلوی در سال 330 قبل از میلاد همراه با استیلای یونانیان در وسیله اسکندر مقدونی خط یونانی وارد حوزه جغرافیایی ایران می شه.
در حکومت بلاش اول در سال 121 حروف آرامی کم کم وارد حوزه جغرافیایی ایران میشه و از این حروف آرامی پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی استخراج و ابداع میشود. لذا خط پهلوی یا فارسی میانه از خط تا الفبای آرامی است. اما پر واضح است که در تاریخ مشهوره که الفبا رو فینیقی ها ابداع کردن و خط سومی در ایران قبل از اسلام بوده خط دیندبیر است که در کتابت اوستا استفاده می شده است و از راست به چپ نوشته می شده و بعدها همین خط دیندبیره به زند و خازند مشهور شد. ابن ندیم فیلسوف و کتابشناس و اندیشمند ما در قرن چهارم هجری قمری یعنی متوفای 380 هجری قمری که در بغداد و سوق البغدادی ایشون مغازه داشت و کاغذسازی داشت و کتاب معروف ایشون کتاب الفهرست یکی از کتابهای گرانقدر قرن چهارم ما در حوزه کتابشناسی میباشد. ایشون به 7 خط در ایران باستان اشاره میکنه. یکی دین دفتره یا دین دبیره، ویش دبیره، کستج، نیم کستج، شاه دبیره، راز مهریه و رأسی مهریه. پس خط و تمدن در ایران قبل از اسلام پر واضح است که وجود داشته و بیشتر خط معنوی و پهلوی بوده در هنگام ظهور اسلام. و مسلمانان ایران نقش بسزایی در اعتلاء و تسهیل‌سازی و ساده‌سازی خط عربی هم داشتند، چرا که در تاریخ آمده است که یزید پارسی ارزم به حضور انبرتون مشکل نقطه یا اعجام و همچنین مسئله الف مقصوره را که در بالای مثل کلمه الرحمن یا مالک نوشته میشد به عرب مرسوم نبود که این علف علف مقصوره رو اونجا ذکر کنم. ارزم به حضور انبرتون ایشون به بس نقطه ها رو از استفاده از خط پهلوی و خط آرامی در خط کوفی مرسوم قرن اول دوم و سوم هجری ایجاد کرد برای تسهیل خواندن، چون ایرانی ها و همچنین مسلمانان غیر عرب عموماً عربی رو غلط میخوندن. خب چیز طبیعی هم بود، یک زبان خارج از محدوده جغرافیایی خودشون بود و این رو غلط میخوندن. لذا ارزم به حضور انبرتون در با استفاده از نقاط چنگرفی که ملاحظه میفرمایید در اگر بالای حرف گذاشته بشه به معنای فتح و اگر پایین حرف گذاشته بشه به معنای کسره و اگر بالای حرف و چسبیده به حرف باشد به معنای ذمه است و اگر همین نقطه دو حرف بشود حالت تنوین رو داره، یعنی تنوین ذمه یا تنوین فتح یا تنوین کسره که در اونها ما ملاحظه میکنیم در قرآن های کوفی روی پوست آهو کاملا مشهود است. لذا ارزم به حضور اولتون بعد از اون شاگرد خاص وجود مقدس آقا امیر المومنین یعنی ابوالاسود دوئلی ایشان هم در اعراب گذاری به صورت نقطه در قرآن ها و خط عربی کوفی نقش به سزایی داشت که با وسیله نقاط چنگرفی این عمل تسهیل خانش را انجام میداد. البته از قرن سوم ایرانی ها با توجه به حکومت های نیمه مستقلی مثل سامانیان، مثل طاهریان، مثل صفاریان کم کم زبان خط خاص خودشون رو به وجود آوردن. اما در عرب یک عرب قبل از اسلام ما اگر دقت کنیم ملاحظه کنیم و بررسی تاریخی انجام بدهیم قبل از اسلام ما در بین عرب حجاز 17 نفر فقط خط داشتند.
که این 19 نفر مثل طلحه وجود مقدس آقا علی بن ابی طالب امیر مؤمنان و ابو حذیفه، ابو سلمه، ابو نبی سعید از همیشون ملاحظه میشه و لذا کتاب ون 7 نفر بودن که این کتاب ون باز ابو موسی اشعری است، آقا امیر المومنین از اهل بیت، از صحابه هم ارزم به حضور اولتون عبدالله ابن مسعود، عبی ابن کعب و زید ابن ثابت و مداد ابن عمر. لذا در دو شهر کوفه بصره جمعیت با سواد جمع شدن و خطی رو از نبتی و آرامی اختراع کردن که ملاحظه میکنید در تصویر خط کوفی نامیده شد. این خط کوفی پس برگرفته از دو خط نبتی و آرامی است و بعدها اگر حضورتون حتی در قرن سوم تا چهارم خط کوفی ادامه پیدا میکنه، اما بعد از اون هم در بستر کاغذ خط کوفی به صورت عناوین و بسم الله الرحمن الرحیم و عناوین و فصول کتاب ها باز خط کوفی تزیینی مرسوم و متداول بوده است. اما در قرن چهارم و قرن پنجم و سوم تا حدودی ما اقلام ستر داریم در بین به صدا خط عربی کوفی. این اقلام سته 6 خطی بوده است که در واقع سلاطین سلاسه خط آن را اختراع و رواج و استخراج کردن. این سلاطین سلاسه کیا بودن؟ ما اگر بررسی تاریخی بکنیم به اسم 3 نفر برمیخوریم که اینها 2 نفرشون جالبه ایرانی بودن و جزو خدمات متقابل ایران و اسلام قلمداد می شود. یکی ابن بغله فارسی است، ایشون اهل بیضای فارس بوده و در 328 هجری قمری فوت می کنه و خط کوفی رو تبدیل به 6 خط می کنه، یعنی خط رباب، خط محقق، خط تعلیق و همچنان به حضور انبرتون محقق، توقی، ریحان و رها، سوس و نسخ. ما در متون قدیمی هم خط نسخ رو ملاحظه میکنیم، مثل نامه هایی که موجوده از صدر اسلام یا سنگ قبر عبدالرحمن ابن جعب در سال 31 قمری یا نقش حران، ما یک نوعی نسخ وحشی رو ما ملاحظه میکنیم که غیر از نسخی است که ابن مغله آن را اختراع کرد و تصحیح سازی کرد. بعد از آن ابن بواب رو ما داریم که معروف به قبلت الکتاب بود، در 413 هجری قمری فوت کرد. باز خط نسخ چش خطی را که ابن مغله آن را اختراع کرده بود قانونمند و زیباسازی کرد و در انتها که نمونه قرآن ابن بواب را در کتابخانه چستربیتی ملاحظه میتوان کرد و بعد از آن ابن وراق یعنی عثمان ابن حسین وراق غزنوی رو داریم در قرن ششم یا قرن پنجم عذرخواهی میکنم، یعنی 484 464 نسخه ها و جزوات قرآنی که در کتابخانه آستان قدس موجود است و عکسش رو در تصویر ملاحظه می فرمایید. عثمان ابن حسین براق غزنوی، ایشان خودش تصحیح‌کار بوده، خودش خوشنویس بوده و بسیار کارهای زیبایی رو ما از ایشون میتونیم نگاه کنیم. لذا میگه ایشون میگه که کتبه و ذهبه و عثمان ابن حسین براء غفر الله له و لوالدی لجمیع المؤمنین و مؤمنات، یعنی هم خودم نوشتم این قرآن رو و هم خودم تلاکاری کردم، تصحیح کردم. در چه سالی؟ در سال 466
پیشرور سنه 3 تا 60 و 47. خب این ارزم به حضور اولتون ما ابن وقراق رو داره که کل 30 جزء قرآن ایشون رو در کتابخانه وجود مقدس آقا علی بن سرزاد در مشهد مقدس علیه آلاف تحییت و سنا موجود و چشنوازی می کنن. بعد از این خطوط در جهان اسلام و به خصوص ایران ما از 60 خط تاریخ نویسان یاد کردن، مثل خط مغربی، خط ترکستانی، نسخ کشمیری یا هندی و همچنین خط طغرا، ضرب عروس، جود، لرزه، خط تحریر، خط معقلی که در بنایه ها و معماری بیشتر استفاده می شد و این خطوط ارزم به حضور اولتون و همچنین ارزم به حضورتون خط تعلیق، نستعلیق، شکسته و حتی خط سیاق یا خط علم دفاتر که این چند خط اخیر مختص و ویژه ایرانی ها هست. و بعدها بزرگانی این 6 خطی را که ابن مغله، ابن مرا و ابن بنبا استخراج و اختراع و ابداع کردن اطلاع بخشیدن و در 1 خط یا 2 خط یا 3 خط اون را زیبا سازی کردن، مانند یاقوت مستضعفی، یاقوت مستعصمی و شاگردانش مثل احمد سهروردی، مثل ارغون کابلی، مثل عبدالله سیرپی و دیگران و ارزم به حضورتون شمس الدین هروی، خواجه اختیار الدین منشی خراسانی، باشوالیزا که فرزند گوهرشاد خاتون هست که مسجد جامع گوهرشاد مشهد رو به دستور مادرش و همچنین مدرسه پریزاد رو ساختن در قرن اوایل قرن نهم هجری قمری، یعنی سنه 832-833 هجری قمری و ایشون خوشنویس بود و انواع خطوط رو استفاده میکرد و همچنین الان وجودتون خط طغرایی، شیخ محمد طغرایی که نمونه خط شما را ایزه میپرمایید و در واقع یاقوت مستعصمی و منطبه یاقوت مستعصمی که عرض کردم، علی ابن ابراهیم قومی، ابن طباخ دروی که نمونه خطمون رو و همچنین سلطان ابراهیم برادر بازنگانیزا که در ولایت شیراز رو داشت که نمونه خط شمرائزه می فرمایید و امیرزای عباسی در دوره صفوی و نهایتاً میرزا احمد نیزی در قرن 12 و ملا علی بلوچردی که قرآن صد اون در کتابخانه آسان حوض چشنوازی می کنند. این نمونه خطوطی که در ایران بعد از قرن 4 تا قرن 12 هجری قمری مرسوم بوده است، یعنی به خط نسخ، به خط ریحان، به خط محقق، به خط انواع خطوط سورس و خطوط مرسوم ایران آنها استفاده می‌کردند و زیباسازی قرآن و کتاب‌ها را انجام می‌دادند. اما چند خط هست که ویژه ایرانی هاست. یکیش خط تعلیق. این خط تعلیق چه نوع خطی است؟ واضح این خط رو در تاریخ به 3 نفر منسوب کردن. یکی خواجه ابوالهار که از زمان حیات ایشون اصلا ما اطلاعی نداریم، ولی ایشون رو مبدی سه حرف نقطه‌دار پارسی، یعنی سه حرف پ، حرف ژ و حرف چ میدانن، چون در عربی این سه حرف یک نقطه نوشته میشد و خواجه عبدالحال اومد 3 نقطه رو برای اینها استفاده کرد در خط. و همچنین از حضورتون خط تعلیق رو از خط کوفی به اضافه خط پهلوی که ما تصاویرش رو خدمتتون عرض کردیم استخراج کرد. دو دیگر حسن ابن حسین فارسی کاتب است که ایشون در قرن 4 یا 10 میلادی زندگی میکرده. ایشون معاصر شاه شجاع است. شاه شجاع کسی است که ممدوح حافظ شیرازی است و در شعرهای حافظ از شاه شجاع خیلی ایشون مد و ثنا و ستایش می‌کند. اسامی مشهوری داشته است:
حاج نظام الملک احمد حسن ابن حسین فارسی و بعد از اون حاج نظام الملک احمد منشی سمنانی است که در قرن هشتم زندگی میکرده، عرض کردم معاصر شاه شجاست و به خواجه احمد منشی و سراج شیرازی مشهور است. ایشون رو یاقوت زبان خط فارسی میشناختند. خط دیگری که در حوزه تمدنی ایران باستان به وجود اومد خط نستعلیق است که این خط نستعلیق توسط میرحبیر تبریزی اختراع و ابداع میشه در قرن هشتم هجری. البته نابوده نماند قبل از قرن هشتم خط نستعلیق بوده است، اما تدوین آن را به میرعلی تبریزی نسبت میدن. این خط نستعلیق تا 400 سال بر تا حتی امروز خط رایج ایران حساب میشود. بزرگان این خطه، یعنی خط نستعلیق، و مسلماً نمی‌شود از نام میرعلی گروی که نمونه خط اون رو مشاهده می‌فرمایید یاد نکرد، برای اینکه یکی از سلاطین خط نستعلیق بوده است که مناجات حضرت امیر، مناجات منظوم حضرت امیر علیه السلام رو ایشون به خط نستعلیق نوشت و نسخه آن نسخه بسیار بسیار نفیس اون در کتابخانه مبارکه رضوی موجود است. و بزرگان دیگری که در خط نستعلیق آثار مشعشعی از خود به یادگار گذاشتن، میتونیم از سلطان علی مشهدی یاد کنیم، محمد نور، سلطان محمد خندان، علی رضای عباسی. و بعد از میرعلی هروی ما الان حضورتون خط نستعلیق به هند گسترش پیدا کرد، به عثمانی یعنی ترکیه امروز گسترش پیدا کرد، حتی خط نستعلیق به چین هم در بین مسلمانان ایغور رواج پیدا کرد و خط نستعلیق یک حالت جهانی پیدا کرد، علاوه بر هند، پاکستان، کشمیر، افغانستان، ایران، تاجیکستان، عثمانی، در حتی ملل چین هم رواج پیدا کرد. بعد از اون خاندان بسیار شیرازی این خط رو عظمت میدن، خط نستعلیق رو که ما ملاحظه میکنیم عبدالله مذهب شیرازی خط نستعلیق رو با ظرافت مینویسه در قرن ده، تا اینکه محمد رضای کلهر خط میرعلی هروی را یا خط میر اماد رو در واقع زیباسازی میکنه، یعنی میرعلی هروی بعد میر اماد قزوینی میاد خط نستعلیق رو زیباسازی میکنه، نهایتا محمد رضا کلهر ظرافت خاصی به خط نستعلیق میبخشن که ملاحظه میفرمایید نمونه های خط نستعلیق رو در کتابخانه آثار قدس رضوی. و بعد از اون خط شکسته هست که خط شکسته رو مرتضی قلی خان شملو حاکم هرات در قرن 11 اختراع میکنن که نمونه های خط شکسته رو ما اینجا ملاحظه میفرمایید. خط های شکسته ای که ملاحظه میفرمایید توسط مرتضی قلی خان شملو در قرن 11 و حتی اینقدر یک سایش روی حروف ایجاد کردم و الف ها رو کم کردم و دندونه ها رو کم از بین بردم، طوری که حتی خانش این خط هم برای خود فارسی زبان ها بسیار دشوار می نمود. خط شکسته توسط محمد شفیع حسینی مشهور به شفیع ها در ایشون قدرتمند شد و به نهایت توسط عبدالمجید طالقانی معروف به درویش عبدالمجید متوفای 1185 که متاسفانه در 35 سالگی ایشون فوت میکنه، تخت پولاد اصفهان دفن میشه، به اوج زیبایی خط شکسته میرسه و خط تعلیق خط شکسته میرسه. و بعد از این هم ارزم بزرگتون میرزا کوچک هست، سدلی نیاز هست که خطوط شکسته را اطلاع بخشیدن. و خط آخری که ما در نمونه های اسلامی میبینیم و ایران اسلامی مشاهده میکنیم خط سیاهه،
که این خط سیاه در واقع خط معمول اهل دفتر بود، برای محاسبات دیوانی، برای کتابچه‌های دخل و خرج و تجارت از این خط استفاده می‌کردن که کلمات اختصاری بسیار استفاده می‌شد، دمیونه نداره و سایش کلمات در اوج به اصطلاح کمال ایجاد شده و حروف کاملا به هم چسبیده در این نوع خط سیاه رو انواع آن رو متوجه می شوید و قابل ملاحظه در اسناد آسمان و مترزمی هست. این خط سیاه از ایران به شبه قاره هند میره، پاکستان میره و به اسم رقم استفاده میشه و همچنین در بین اعراب به خط دیوانی و در قلمروی عثمانی به خط سیاوت مشهور شد که از منشه اون از توسط پشتنویسان و خطاطان ایران بود. این بود کل مطلبی را که راجع به خط ایران میتوان صحبت کرد به صورت مختصر که اطلاع و جلوگیری از اسراف مومن و صلی اللہ علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین.